سلام دوستان، وقتتون بخیر. اگه این غذاها را قبل خواب نخورید سکته میکنید. تو این ویدیو غذاهایی رو که بهتر قبل خواب بخورید تا از سکته جلوگیری کنه رو بهتون معرفی میکنیم. همچنین غذاهایی که اگه قبل خواب بخورید و باعث سکته میشه رو هم بهتون معرفی میکنیم. خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. شماره 1، موزه. موز سرشار از پتاسیمه که پاهای بیقرار رو آرام میکنه و از گرفتگی عضلات پا در طول شب جلوگیری میکنه. همچنین موز به دلیل اینکه دارای منیزیم با آرامش اعصاب، شل شدن ماهیچه و سلامتی چرخه گوارش کمک میکنه. میتونید خود موز رو خالی میل کنید یا اسموتی خوشمزه با یخ و شیر آماده کنید و نوش جان کنید. شماره 2، ماهی سالمونه. یه خواب خوش با شامی خوشایند و مطلوب برای خواب آغاز میشه. سالمون یه وعده غذایی مناسب برای این منظوره، زیرا دارای امگا 3 هستش. طبق نظر کارشناسان، کاهش هورمون‌های استرس‌زا و افزایش آرامش اثبات رسیده با مصرف این ماهی. اگر سالمون خوشتون نمیاد، لوزی ماهی یا هالی بوت جایگزین مناسبیه. هالی بوت و برخی انواع دیگه ماهی‌ها منبع امگا 3 هستند. همچنین ماهی حاوی ویتامین B6 که برای تولید هورمون خواب‌آور ملاتونین ضروریه. مورد بعدی، کلمکیله. بعقیده شانتال بود ممکنه کلمکیل در خوابیدن بهتر موثر باشه. کلمکیل دارای پتاسیم و کلسیومه که هر دو خاصیت خواب‌آوری دارن. اگه خوشتون نمیاد بیش از خواب خرت و خرت کلم بخورید، بهتر از اون در سالاد شامتون استفاده کنید. هیچ وقت برای نقشه کشیدن برای داشتن یه خواب خوب دیر نیست. اگه کلم دوست ندارید میتونید به سراغ دیگر سبزیجات تیره برگدار مثل اسفناج یا چغندر سوئیسی برید که هر دو سرشار از منبع سرشار از پتاسیم و پتاسیم برای مغز و قلب مفیده. مورد بعدی، سیب زمینی شیرینه. سیب زمینی شیرین منبع غنی پتاسیمه و همانطور که گفتیم پتاسیم به آرامش اعصاب و عضلات و فرایند گوارش و قلب کمک میکنه. بهتره که اون رو به صورت پخته میل کنید، ولی سیب زمینی شیرین سرخ شده هم گزینه بدی نیست. سیب زمینی شیرین علاوه بر پتاسیم کربوهیدرات هم داره. متخصصان میگن نصف یک سیب زمینی متوسط برای جذب مقدار کافی از هر دو ماده کافیه. برخی خوراکی های دیگه مثل سیب زمینی هنگام پخت اون رو با پوست بپزید و لوبیای لیما و پاپایا سرشار از پتاسیم هستند. مورد بعدی، بادامه. منیزیم موجود در بادام به آرامش و بهتر خوابیدن شما کمک میکنه. بادام همچنین دارای پروتئینه که به حفظ تعادل قند در طول خواب کمک میکنه. به توصیه کارشناسان قبل از خواب چند تای بادام میل کنید. یا اگه دلتون غذای پروپیمونتری میخواد میتونید کره بادام رو روی تک نان توست سبوسدار رو مالید و نوش جانتون کنید. مورد بعدی، نخوده. نخود سرشار از ویتامین B6ه. به گفته کارشناسان برای تولید هورمون شادیابر و ضد استراب سروتونین استفاده میشه. ویتامین B6 همچنین در تولید هورمون خواب ملاتونین نقش زیادی داره. البته به نظر میرسه مصرف نخود در شام خواب رو به تاخیر میندازه. بهتر نخود رو در انواع سالاد و زودتر از وعده شام میل کنید. مقدار بالای پروتئین نخود موجب نفخ میشه و ممکنه خوابتون رو دچار اختلال کنه. مورد بعدی، تخم مرغ. شاید یک نیمروی نیمپز همون چیزی باشه که نیاز دارید. مقدار زیادی پروتئین موجود در تخم مرغ باعث حفظ تعادل قند خون در طول خواب میشه. خوبه 1 الی 2 تا تخم مرغ رو همراه با نان سبوسدار میل کنید، زیرا کربوهیدرات موجود در اون باعث میشه تریپتوفان موجود در پروتئین در دسترس و آماده مصرف باشه. مورد بعدی، شیره. آیا شیر واقعا به بهتر خوابیدن کمک میکنه و از سکته جلوگیری میکنه؟ برخی کارشناسان به دلیل نبود مدارک علمی کافی درباره این اظهار نظر نظر قطعی نمیدن. برخی دیگر به قدرت کلسیم ایمان دارند، زیرا نقش مهمی در تولید ملاتونین که چرخه 24 ساعته خواب و بیداری رو کنترل میکنه داره. آنطور که بعضی کارشناسان میگن بهتر شیر سویا رو جایگزین شیر گاو کنید. شیر سویا به رفع بیخوابی در زنانی که در سن یائسگی هستن کمک میکنه. علاوه بر اون شما باید 1 گالون و نیم شیر گاو بنوشید تا اثر اون رو در خوابتون آشکار کنید. اگه شیر سویا سریعتر و عمیق‌تر اثر میذاره، پس بهتر شیر سویا مصرف کنید. شیر سویای ارگانیک البته. مورد بعدی، انواع دمنوشای گیاهی و
چای سبز بدون کافئینه. بیشتر دمنوش‌های بدون کافئین احساس خواب‌آلودگی رو تقویت می‌کنن. تئین موجود در چای سبز خوابیدن رو آسان می‌کنه و اگه به توصیه تالبوت که یکی از کارشناسان تغذیه است اون رو با چای بابونه ترکیب کنید، از اثر آرام بخش بابونه هم بهره می‌برید. مورد بعدی جوی دوسره. یک کاسه جوی دوسر قبل از خواب به شما آرامش میده. علاوه بر اون کلسیم، منیزیم و پتاسیم بدنتون رو هم تامین میکنه. این سه ماده باعث میشه سریعتر به خواب برید. ناگفته نماند که کمبود منیزیم در بدن چرب زدن رو هم سخت‌تر میکنه. فقط مراقب باشید زیاد شکر مصرف نکنید، زیرا شکر زیاد ممکنه اثر وارونه داشته باشه. حالا چه خوراکی هایی رو نباید بخوریم و با خوردنشون خطر سکته رو در خودمون زیاد میکنیم؟ مورد اول مرغ. مرغ سرشار از پروتئینه. این ماده غذایی عالیه اما قبل از خواب رفتن مناسب نیست. این ماده غذایی سرعت هضم رو در بدن نصف میکنه. بنابراین وقتی مرغ رو قبل از خوابیدن میخورید، بدن شما باید چندین برابر برای هضم این ماده غذایی کار کنه. در نتیجه قطعاً خواب راحتی نخواهید داشت. مورد بعدی شکلاته. شکلات تابع کافئینه، بنابراین مصرف اون قبل از خوابیدن کار درستی نیست. کافئین و توبرومین موجود در شکلات تلخ هر دو موجب تحریک سیستم عصبی میشن. با خوردن شکلات تلخ قبل از خوابیدن ضربان قلب بالا میره و خوابیدن رو سخت میکنه. مورد بعدی غذاهای تنده. اگه عاشق غذاهای تند و پرادویه هستید، بهتره هرچه زودتر این غذاها رو مصرف کنید. خوردن غذاهای تند در وعده شام باعث سوزش سر دل میشه و خواب شما رو مختل میکنه. این غذاها همچنین خواص ترموژنیک دارن که درجه حرارت مرکزی بدن رو افزایش میدن. مورد بعدی فست فوده. فست فودها خوشمزه هستن اما بسیار مضرن. خوردن این غذاها هیچ وقت توصیه نمیشن. اما اگه هر از گاهی هوس کردید، بهتره خوردن اون رو به وعده شام ملکول نکنید. مورد بعدی قهوه است. کافئین میتونه برای چند ساعت سیستم عصبی مرکزی رو تحریک کنه. اثرات کافئین قادر 8 تا 14 ساعت در بدن بمونه و چرخه خواب رو مختل کنه. کافئین موجود در قهوه سایر نوشابه‌های انرژیزا نباید 8 ساعت قبل از خواب شبانه مصرف بشن. مورد بعدی غذاهای چربه. انواع این غذاها باعث بروز نفخ و سوء هاضمه میشه و استراحت شبانه رو دچار تداخل میکنه. هم باعث کسالت و خواب‌آلودگی در صبح هم میشه، پس بهتر این غذاها رو مصرف نکنید. مورد بعدی میوه خشک. مصرف بیش از حد غذاهای با فیبر بالا مثل میوه خشک باعث ناراحتی‌های گوارشی در طول شب میشه، ضمن اینکه گرفتگی عضلات رو نیز افزایش میده. مورد بعدی بستنیه. پر از چربی و بدن قبل از خواب فرصتی برای سوزوندن اون نداره و تمام این چربی و انرژی وارد خون شما میشه و به مغزتون پیام‌های متفاوتی ارسال میشه. از اون گذشته قند در بدن ذخیره میشه و به چربی تبدیل میشه. تو این لیست غذاهای دیگه هم قرار میگیره، مثل کرفس به خاطر ادرارآور بودنش، پاستا به دلیل چرب بودنش، غلات که حاوی سطوح بالایی از قند هستند، گوشت قرمز چون سرشار از پروتئین و چربیه و بدن شما رو به شدت به کار میندازه و خواب عمیق رو ازتون میگیره، آب میوه های صنعتی به دلیل اسید و قند بالایشون، پنیر، تنقلات، نوشابه و پیتزا. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت برای ما بذارید و تا ویدیوی بعدی شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.